محصلین عزیز سلام علیکم، لکچر 23 است. من لکچر 23 باز هم معادلات تفاضلی خطی ترتیب دوی متجانس با سرایب ثابته کار میکنم. معادلات تفاضلی خطی ترتیب دوم متجانس با ضرایب ثابت. اگر به خاطر داشته باشین شکل عمومیش این شکل بود. در حالی که A و B و C اعداد ثابت هستند و معادله مشخصی ازی را ما تشکیل کرده بودم که او عبارت بود از که مربع جمع A که مربع جمع B که جمع C مساوی به صفر، و ای را که حل کنیم سه حالت داره. حالت اول یعنی یا که یک خلاف که دو بوده و امی که یک و که دو از اعداد ریال هستن، حقیقی هستن. یکی حالت داشت. حالت دومش ای است که یعنی که ما مساوی و که یک و که یک ما مساوی و که دو که باز هم که یک و که دو کایکو کادو اینا هست. چی هستن؟ ریل نمبر هستن. حالت دومی است. حالت سیومیشی است که ممکن که مساوی و الفا جمع آی بیتا یعنی مثبت منفی آی بیتا یک عدد مختلط باشد که این عدد یعنی به این منو که ممکن که ما از کامپلکس نمبر باشد، شامل کامپلکس نمبر یعنی شامل اعداد مختلط باشد. به خاطر داشته باشین که در این حالت اول در لکچر 21 ما این معادله را حل کردم. در صورتی که که یک مساوی و که مساوی یا که یک مساوی این دو جذر حقیقیش با هم مساوی باشد، در لکچر 22 را حل کردم. و در صورتی که عدد مختلط باشه باز این معادله را ما حالا حل میکنم که چگونه این معادله را میتونیم حل کنیم. بنام با در نظر داشته حالت سیام که من دیگرایش را پاک میکنم، جای یک کمک خالی شوه نوشته میکنم که فصل میکنم که جزای این معادله این حالت داشته باشه که مساوی با الفا مثبت منفی آی بیتا یک عدد مختلط باشه. با در این صورت حل عمومی شما میفهمین که ای دو تا جذر است، یکش که یک مساوی و الفا جمع آی بیتا، دیگهش هم که دو مساوی الفا منفی آی بیتا، که در این صورت و یک مساوی میشه ای و تاوان که یک اکس، و در این صورت و دو مساوی میشه ای و تاوان که دو اکس. اینی حالت به خود میگیره که اگر ما قیمت هایش به جایش مانم و یک سی یک ای به توان که یک اکس، که یک اکس ببینین الفا جمع آی بیتا اکس، و دو مساوی بست سی دو ای به توان الفا منفی آی بیتا اکس قیمت کدو. و ما ای را تجزیه میکنم یعنی و یک مساوی میشه سی یک ای و تاوان الفا اکس ضرب در ای و تاوان آی بیتا اکس. ایشه هم تجزیه میکنیم. وای دو مساوی میشد به سی دو ای و تاوان الفا اکس ضرب در ای و تاوان منفی آی بیتا اکس منفی آی بیتای اکس. این یاد داره.
و از طرف دیگه رابطه که بین عدد مختلط یعنی معادله و نمایی موجود و رابطه مثلثاتی و نمایی مختلط موجود است و ای است که ما در حقیقت داریم اگر داشته باشیم ای و تاوان آی الفا ای مساوی میشه کوساین الفا جمع آی ساین الفا. اینی فرمول از این فرمول استفاده میکنیم. وقتی که از این فرمول استفاده کنیم و یک مساوی می شود با سی یک ای به تاوان الفای اکس خودش قیمت از این را میگذارم نظر به او نوشته می کنم که کوساین بیتا اکس کوساین بیتا اکس جمع آی ساین بیتا اکس و قیمت از این را میگذارم وای دو مساوی می شود با سودی سی دو ای به تاوان الفای اکس ضرب در کوساین منفی بیتا اکس منفی بیتا اکس جمع آی ساین منفی بیتا اکس اینی حالت دار. آله باز هم از اینجا ما وای مساوی و حل عمومی را یعنی حل های قسمی را با هم چه میکنیم؟ جمع میکنیم قیمت هایش در جاهایش میگذارم. چگونه میگذارم؟ ببینین در حقیقت این شکل به خود میگیره یعنی وای مساوی وای یک وای یک داریم اینی چیز ای و تاوان الفا اکس ای و تاوان الفا اکس ای و تاوان الفا اکس هم مشترک میگیرم سی یک به داخل ضرب میکنم سی یک کوساین بیتا اکس جمع سی یک آی ساین بیتا اکس اینی حالت را به خود میگیره وقتی که من ایره به اینجا ضرب کنم و امرای وای دو امرای دی که جمعش کنم ایره مشترک گرفتیم ایره به داخل ضرب میکنم یعنی جمع سی دوی کوساین منفی بیتا اکس مثبت کوساین بیتا اکس میشه کوساین بیتا اکس میشه کوساین بیتا اکس و ساین منفی اینجا منفی میشه سی دو هم ضرب میشه منفی سی دو آی منفی سی دو آی ساین بیتا اکس اینی حالت به خود میگیره که ما چه کار میکنم ایره ببینین بالاخره دینی حد و اینی حد چرا مشترک میگیرم؟ کوساین بیتا اکس ها وای مساوی ای و تاوان الفا اکس ضرب در ببینین کوساین بیتا اکس ها که ما مشترک میگیرم سی یک جمع سی دو میمونه یعنی سی یک جمع سی دو ضرب کوساین چه میشه؟ کوساین بیتا اکس اینی حالت به خود میگیره دینی دو حد دینی دو حد چرا مشترک میگیرم؟ ساین بیتا اکس مشترک میگیرم نوشته میکنم جمع چی میمونه؟ ببینین در ای دو حد سی یک منفی سی دوی آی سی یک آی منفی سی دوی آی ضرب در چی میشه؟ ساین بیتا اکس اینی حالت اگر ما فرض کنم که سی سه باشه و فرض کنم که ای سی چار باشه پس چی میشه؟ وای مساوی میشه ای به تاوان الفا اکس ضرب در سی سی میتونیم سی سی رو در مجموع سی یک کوساین بیتا اکس قبول کنیم یا سی سی بگویم سی سی کوساین بیتا اکس جمع سی چار ساین بیتا اکس باز هم ای عددهای ثابت هم عددهای ثابت متفاوت هستن که میتونیم سی یک بگیم سی دو بگیم وای مساوی و تاوان الفا اکس ضرب در سی یک کوساین بیتا اکس جمع سی دوی ساین بیتا اکس و حل عمومی معادله تفاضلی به این شکل دریافت میشه در صورتی که معادله مشخصه جذرهای مختلط داشته باشه برای حل سوالا از این فرمول استفاده میکنیم و ما
مثالی از یه در لکچر 24 براتون حل میکنم، لطفا او لکچر 24 را تعقیب کنید.